بله، خب اینم مراسم چهارشنبه سوری، خیلی شیک ساده، والا حضرت یاسمین پهلوی و شاهزاده رضا پهلوی در جلوی درست منزل خودشون. چهارشنبه سوری اینه دیگه، توقع چیزی دیگه نداشته باشین. چهارشنبه سوری شکیل متین این. یه بار دیگه فیلمو پخش کنید لطفا برای دوستانی که ندیدن، احتمالا چون تو پیج خود شاهزاده نیست، ولی الان دوستی بر من فرستاد. مراسم چهارشنبه سوری دیشب در مقابل منزل، بخشی از منزل، بله خیلی بسیار عالی. خب بریم به سراغ دیدار یک دوست. سپنتای عزیز سپاسگزارم، در آخرین لحظه، در آخرین لحظه عرضم به حضورتون که برنامه قبل یک استیکر 100 دلاری هم ایشون خرید. چی شد؟ بله. خب عرضم به حضورتون، ممنون هستم از ادمین های محترم، خوشحال هستم. آنتونی شریفی عزیز سپاسگزارم از شما، از همه دوستان. امیدوارم در این بخش سوم کوروش حقیقی سبز شد. سعید و شوره چرا سبز نشدن؟ اونا کوروش سبز شد به جعفری و ادمین های محترم. سعید و شوره چرا سبز نشدن شما ها؟ و بریم به دیدار آنتونی شریفی، ممنونم ازش، از کینگ آف کینگ و سپنتا. کینگ آف کینگ یک تیکت خرید و سپنتا و آنتونی شریفی 500 دلار. خیلی ممنونم. بالاترین رقم دیروز ایرج کیانی بود 1000 دلار، امروز آنتونی شریفی با 500 دلار. بریم به دیدار یک دوست در ایران. جناب آقای حشمت توزدی، درود بر شما. درود بر شما و درود بر همه بینندگان عزیز و محترم. بله، عرضم به حضورتون که آقای توزدی، خوشحالم که در آخرین لحظات سال 1400 همراه شما هستیم و منتظر گزارشی از کارگروه فراخوان‌ها که به نظرم کارشون موفقیت آمیز بوده است. بفرمایید، در خدمتتونم. خب من ابتدا اجازه بدید این ویدئویی رو که شما از جناب رضا پهلوی پخش کردید و همسر محترم ایشون، این اظهار ناراحتی رو بکنم که ایشون و سایر همیهنان من در بیرون از مرز ناگزیر هستند که چهارشنبه سوری رو برگزار کنند. امیدوار هستم که شرایطی ایجاد بشه همه عزیزان بتونن در وطن خودشون همین چهارشنبه سوری پریدن از روی آتش و این که زردی من از تو و سرخی تو از من در ایران جشن بگیرن. البته مثل من بی احتیاطی نکنن که اون وقت دستشون بسوزه. ای بابا، من شما اول داستان دستان... اول داستان دست رو تعریف کنین. دست چی شده؟ بردین تو اوتا؟ دیشب برنامه خیلی خوبی داشتیم اینجا، بسیار جمعیت زیادی بودن همسایه ها و آتش خوبی برافروخته شد و اونجا به هر حال میپریدیم از آتش و من چند بار پریدم. یه بار دیگه اونجا میخواستیم خودی نشون بدیم، خلاصه پامون گیر کرد و خیر بود. من آمدم توی آتش در حالی که دستم نگاه کردم دیدم اوخ اوخ اوخ. بعدم یک ساعتم اونجا موندیم، بعد شب اومدیم دیدم اصلا بخشی از پوست رفته، ولی انقدر خوشحال بودیم که متوجه هم نشد. یادگار خیلی خوبیه از بله. سوریه انصار برای من. خدمت شما عرض کنم که خب جناب آقای همایون، در مورد کارگروه گزارشی که من باید بدم این استش که این کارگروه تشکیل شد از ترکیب بسیار خوبی. البته این ترکیب اینجوری نیست که تموم شده، بلکه دعوت میکنیم هم میهنان عزیز، شخصیت ها، رسانه ها و تشکل ها بپیوندن، مال خودشونه. اما کار سختی بود
برای اینکه یک تجربه جدیدی بود، ما میخواستیم که کارگروهی رو برپا کنیم که در اون دعواهای سیاسی و اختلافات وارد نشه. خیلی کار سختی بود، اما با همت دوستان، با تلاش دوستان این کار صورت گرفت. یعنی خوشبختانه به گونه ای شد که هر کدوم از عزیزان که وارد کارگروه شدن این مسئله رو خودشون متوجه بودن که پرهیز کنن از هر نوع گفتگویی که ممکنه ایجاد اختلاف بکنه و فقط و فقط تمرکز بشه بر روی فراخوان‌ها. این کار صورت گرفت، فراخوان معلم‌ها، فراخوان بازنشسته‌ها، کشاورزها، کارگرها، از همه اینها حمایت شد طی فراخوان‌های مختلف و ما 4 فراخوان هم خودمون داشتیم. اولی در شب 22 بهمن بود که کوبیدن بر قابلمه‌های خالی، آمدن عده‌ای از هم‌میهنانمون. پس از اون یک فراخوان دیگری داشتیم و اونم اینی که دوباره حمایت از معلم‌ها، و فراخوان دیگری داشتیم. نهایتاً دیشب چهارشنبه 4مین فراخوان ما بود برای کوبیدن بر قابلمه‌های خالی. میخوام بگم که توی این چند فراخوان ما به شدت زیر فشار بودیم. سایبری‌های رژیم مرتب تمسخر می‌کردند، مرتب تخریب میکردن، و چیزی که به تعبیر دوستم مهندس یاسمین حنیفه ازش به اپوزیسیون فیک یاد کرده به درستی، ما گرفتار اپوزیسیون فیک هم بودیم. اونایی که به اسم اپوزیسیون تخریب کردن و مرتب سعی کردن که ما نتونیم کارون انجام بدیم. واقعا جناب همایون میخوام بگم توی این یکی دو ماه گذشته که به ویژه کارزار ایجاد شد، بسیار بسیار تلاش کردیم، بسیار سخت بود و در این حال که خیلی سخت بود بعضی وقتا میرسیدیم به نقطه‌ای که نکنه موفق نشیم، خب این تاکتیکمون ممکنه درست نباشه، مردم استقبال میکنن یا نمیکنن. در پیام‌های گوناگون من اومدم، دوستان دیگه اومدن در همین برنامه شما، برنامه های دیگه، و اعلام کردیم حمایت خواستیم از مردم. آقای توزدی، اما رو کار دارم، این اما رو بفهمه. بله ببینید جناب آقای همایون، من همیشه اینجا میگفتم که ما اگر راهمون رو درست انتخاب کنیم قطعا میتونیم موفق بشیم و شما هم رسانتون رو دست کم نگیرید. یعنی این مسئله رو من بارها تکرار کردم، تلاش ما این بود که رسانه باشه، صدای کارگروه به توده های مردم برسه. این خیلی کار مشکلی بود برای ما، اما خوشبختانه شب گذشته این مسئله رو ما دیدیم. پس از 43 سال که از انقلاب بهمن می گذرد، برای اولین بار مردم به صورت دست جمعی آمدن، آشوب زنی کردن، آشوب زنی بر ظروف، ایجاد سر و صدا، و به این وسیله پیشاپیش عید رو یا نوروز خجسته رو به یکدیگر شادباش گفتن. و این پدیده جدید رو ما ناشی از همین تلاش‌های کارگروه ملی فراخوان‌ها، رسانه هایی که عضو این کارگروه هستند، تشکل ها و نیروهای مختلفی که تلاش کردند، برای اولین بار چنین اتفاقی افتاد و ما دلگرم شدیم که توانستیم با بدنه جامعه ارتباط برقرار کنیم. این افرادی که در شیراز و تهران و تبریز و جاهای دیگه اومدن و این حرکت نمادین رو انجام دادن، اینها دیگه جز اونایی نبودن که ما بگیم به خاطر اینکه قابلمه هاشون خالیه مشکل معیشتی جدی دارن. نه، دقیقا اینها طبقه متوسط هستن. مثلا در یوسف آباد تهران یا سهروردی یا جاهایی مثل این مناطق ما نمیتونیم بگیم اینها فرودستان هستن. اینا نه، اینا طبقاتی هستن که به طبقات متوسط هستن. صدای کارگروه رو شنیدن و من دیشب که در همین برنامه بودم، همسایه‌هایی که برای اولین بار منو می‌دیدن
و دیدم که خوشبختانه همه میشنون این برنامه رو، دنبال میکنم و این اولین گام پیروزی ما بود بدون تکیه به حتی رسانه های لندنی، رسانه های دولتی و حکومتی دیگران، با تکیه به نیروی خودمون، تلاش خودمون، رسانه های خودمون تونستیم این موفقیت رو که به عنوان گام اولت رو به دست بیاریم. بله، عرضم به حضورتون که جناب توزدی، من به شما فوق العاده علاقه دارم، دوستتون دارم، از صمیم قلبم دوستتون دارم، برای اینکه شما و نوری علا، اسماعیل نوری علا و شکوه میرزادگی سه تا نفری هستید که، نه یک کس دیگه هم هست اسمش یادم رفته، مقاله آقای فهمیم سخن و یک کس دیگری که نویسنده است در همون سایت گویا، شما کسایی هستید که در اوج فعالیت جنبش ما هستیم، بسیار صادقانه از آرمان‌های این جنبش حمایت کردید و دفاع کردید، و شما هم اگر منصفانه بخواید به این همکاری چند وقت گذشتمون نگاه بکنید، باید بگید که بنده و تلویزیون هر چی در حد امکانش بود صادقانه و خالصانه برای این کارگروه ها مصرف کرد. آقای دبیر کل جنبش که تو هیچ جریانی شرکت نمی کنه، حتی تو پنل سیاسی خود ما، آمد اونجا و در اونجا حضور پیدا کرد. هر خواسته ای هم از طریق ایشون یا مستقیم این کارگروه ها خواستن ما انجام دادیم. در این جمله ای هم که می فرمایید من با شما هم عقیدم، یعنی اینکه معتقدم کارگروه ها پیروز شدند، یعنی این حرکت پیروز شد. اما جناب آقای توزدی، من حدود 19 سال قبل، احتمال شما موقع زندان بودین، من کجا بودیم، من 19 سال قبل همین حرکت شروع کردم. حتی یه نشونی بدم شاید بعضیا بشناسن، یه کاسه رو آوردم روی میزم گذاشتم و یه قاشق رو، و خودم جلو برنامه قاشق زنی میکردم، و حتی یه روزی اون بعد از برنامه اون کاسه رو یه کسی به $1,500 خرید، درست یادم. اما جناب آقای طبرزدی، اولا من به شما بگم دلیل موفقیت این ماجرا این جماعت های قاشق زنی که دیدیم، دست جمعی 200 نفره 300 نفره حرکت کردن، فیلماش هم ما خودمون نشون دادیم، دیگران هم نشون دادن. در اینی که این تلویزیون کانال یک، اون تلویزیون کانال یک 5 سال پیش نیست، تردیدی من ندارم، با شما 100% هم عقیدم. تلویزیون کانال یک امروز از یک وزنی، از یک اعتباری، به خصوص این که به دلیل حمایت همین دوستانش الان حدود مثلا 2 ساله که خیلی مشخص روی ساتلایت های مشخص، روی شبکه های مشخص، منظم، بدون قطع و وصل داره پخش میشه، و این خوب خودش خیلی جای شوک داره. اما جناب آقای طبرزدی، فکر خوبیه، این داستان قاشق زنی و قابلم نه اختراع من بوده نه اختراع شما، این در شیلی خیلی از قبل از من و شما این اجرا شده و کارم کرده. چرا کار کرده؟ من به شما بگم، جمهوری اسلامی جناب آقای طبرزدی کاری که کرده ماها رو از هم جدا کرده. ماها مخالف جمهوری اسلامی هستیم، اما قبل از اینکه مخالف جمهوری اسلامی باشیم مخالف خودمونیم. من با آقای طبرزدی مخالفم، آقای طبرزدی با من مخالفه، در حالی که من از روز اول گفتم آقا من با اگر هم با کسی مخالف باشم حد اکثر کاری که میکنم راجبش سکوت میکنم، حرف نمیزنم، نمیام نقدشم بکنم، به من چه مربوطه؟ من با یکی مسئله دارم، اونم جمهوری اسلامی، مجاهدین، آقای ایکس، آقای ایگرگ، سازمان فلان، سازمان بیسون، به من چه ربطی داره؟ اونا پول میگیرن از دولت، نمیگیرن، اینا هم به خودشون مربوطه. من بارها گفتم من نمیگیرم، طبرزدی نمیگیره، حالا اگه کسی فکر کنه میگیره گناه کبیرم نیست، اینم بهتون بگم آقا ما نمی کنیم، من نمی کنم،
تبرزدی نمی کنه. حالا کسی هم کرد خب کرده دیگه. اما جمهوری اسلامی خیلی هوشمندانه، خیلی جالبه، بزرگترین مخالف من سلطنت طلبان، شما باورتون میشه؟ سلطنت طلبا یارو اسم رضا پهلوی میذاره بعد میاد به من فوش میده. بازی جمهوری اسلامیه این، بازی هممون رو تیکه تیکه کرده. همین کار آقای تبرزدی آقا گرفته، بنزه چی گرفته؟ شعلش آسمان ایران رو روشن نکرده، اما نور امید تو بعضی از محله ها روشن کرده. در این اندازه بوده. ما هم خالی بند نیستیم بگیم آی ایران شدن قاشق زنی. نه آقا داریم فیلم قاشق زنی داریم، نشون بدید که دوتا فیلم قاشق زنی هست. در همین حد موفق شده. ولی ما رو نشون دادید آقای همایونی؟ مال خودمون رو نشون دادید یا نه؟ نمیدونم مال خودتون کدوم. بله بله نشون دادم. الان نشون میدم. الان هم نشون میدم. ما خودمون هم قاشق زنی داشتیم، شعارمون هم دادیم، حالا نمیدونم نشون دادید یا نه. الان میپرسم، اگر نشون دادن همین الان نشون میدم. ما در این حد موفق بوده، چه انتظاری دارید؟ چه انتظاری دارید؟ صداها بسته است، گوشا خریده شده، چشما دزدیده شده. شما چه انتظاری دارید از این تبرزدی که از صبح تا شب بد میشسته پا این تلفن؟ قربون صدقه این میرفته که آقا قهر نکن تو رو خدا بمون، آی فلانی نه بابا حالا اب نداره، بابا حالا اون یه حرفی زد ولش کن تو چیکار داری؟ چون نمیدونی ده تا آدم رو کنار هم نشوندن یعنی چی؟ آقا کارشو خوب انجام داده. امروز یه عده‌ای با جمهوری اسلامی دعوا ندارن، با تبرزدی دعوا دارن. بازی جمهوری اسلامی ببین چقدر قشنگه. با جمهوری اسلامی دعوا ندارن، با شهرام همایون دعوا دارن. مشکلشون اینه که شهرام همایون پول جمع میکنه. مشکلشون میلیارد میلیارد اختلاس حکومتی نیست. مشکلشون 3010 اینه که همایون پول جمع میکنه. خب ببین دیگه چقدر بازیشو قشنگ کرده. حالا جناب آقای تبرزدی، من از آقا اون فیلم هر وقت آماده شد بگید. مال آقای تبرزدی پخش کنید، بچه های آقای تبرزدی پخش کنید لطفا. دستون با همین آتیش سوخت؟ نه نه مال ما پخش نشد آقای همایون، اونی که ما حالا ما هم مفصله، حالا شاید بچه‌ها نه بذار ببینیم چیه. اونجایی که ما قاشق زنی میکنیم مفصله، حالا شاید دوستان نداشتن. چرا مگه نفرستادن؟ مگه میفرستن؟ مگه کی میاد میفرستاده؟ چرا همه جا فرستاده شد، اونجایی که اصلا خود من کلیپ اصلا به اسمه که زیرش هست که تبرزدی هم الان کجا گذاشتین؟ خودتون کجا گذاشتین؟ وردارن بچه ها ما در کانال پارک لاله جمعت پارک لاله 98 خب
ولی خب این موفقیته، موفقیت. اما گفتم موفقیت نیست که فضای ایران رو نورانی کنه، اون احتیاج به یک قدرت اطلاع رسانی داره که بتواند از این نشیب و فرازهای اختلاف انداز عبور بکند. اون کسی که قاشق زنی رو تمسخر میکنه و تشویق به جنگ مسلحانه میکنه، اون تردید نکنید، اون میخواد همه رو بترسونید تو خونه ها بشینن. به همین سادگی. شما پدر، بنده پدر، تق و توق بشه به بچه ما، اولین چیزی که میگیم چیه؟ آقای طرزدی چی میگن مردم به بچه هاشون؟ خب قطعا میگن برو تو. اما اگر این قاشق زنیه بشه میلیونی، کدوم ارتش میتونه جلوشو بگیره؟ بفهمید آقای طرزدی. خب آقای همایون، نکات خیلی مهمی رو شما فرمودید، دقیقا همون چیزهاییست که تو عمل داریم میبینیم. اون اپوزیسیون فیکی که ما ازش تعبیر میکنیم همونیست که به بقیه فحاشی میکنه، بقیه رو تخریب میکنه و دقیقا کار جمهوری اسلامی رو پیش میبره. ما توی دو سه ماه گذشته این مسئله رو با همه وجودمون لمس کردیم. اونجایی که ابتدا سلبریتی های رژیم جمهوری اسلامی اومدن و شروع کردن با ما برخورد کردن، تخریب کردن و حتی اسم منو گذاشتن حشمت قابلامه. خب دیگه هرچی دوست داشتن گفتن. گفتم خیلی خوب بگید، میفهمیم که خلاصه مسئله چیه. بعد هرچی جلوتر اومدیم دوستانمون رو احضار کردن. حالا من نمیخوام یکی یکی بگم، پیج منو، پیج اینستای منو ریپورت کردن، کاملا محدودش کردن، هر جور تونستن برخورد کنن. این جمهوری اسلامی رو در روی ما. و ما البته همون وقت با دوستان میگفتیم یه اتفاقی قراره بیفته. ما خودمون اینقدر این قابلمه زنی رو مهم نمیدونستیم که جمهوری اسلامی مهم میدونست. و دیشب مشخص شد، دیشب مشخص شد چرا جمهوری اسلامی اینقدر از این میترسید. و من میخوام بگم با ابراز ارادت به همه شخصیت ها، گروه ها و سازمان ها و رسانه ها، میخوام ازشون بخوام که اولا این آدم هایی که دیگران رو به اسمشون تخریب میکنن، اینا رو از خودشون دور کنن. اینا فقط دارن کار جمهوری اسلامی رو انجام میدن. ما آدمایی رو میشناسیم در ایران زندان بودن، اسم نمیبرم، الان رفتم خارج کشور، دقیقاً دارن برای اطلاعات سپاه کار میکنن. به محض اینکه ما کوچکترین اقدامی رو انجام میدیم، همینا میان شروع میکنن فحاشی کردن به نام این گروه یا اون گروه. بنابراین این اپوزیسیون فیک داره کار جمهوری اسلامی رو انجام میده. ما باید هوشیار باشیم. من امیدوار هستم همه شخصیت ها، همه تشکل ها و همه رسانه ها خوب دقت کنن به این مسئله. مسئله سوم جناب آقای همایون، ببینید آنچه که دیشب اتفاق افتاد همونی بود که رژیم ازش میترسید. ما گفته بودیم قابلمه خالی اولا ارجاع داره، اشاره داره به معیشت مردم که بیش از 60 میلیون تن زیر خط فقرن، معلم ها، کارگرها، مزدگیرها، حقوقبگیرها همه. و دوم میخوام به عنوان یک نشانه اتحاد در عمل ازش استفاده کنیم. و گفته بودیم اگر پیاممون به توده های مردم برسه و اطمینان پیدا کنیم که مردم به اعتماد دارن به پیشنهادی که میدیم، تازه کارمون شروع میشه. و دیشب این اتفاق افتاد. درسته که دیشب در چند محله این اتفاق افتاد. من اطلاع دقیق دارم جاهایی هم، جاهای دیگری مثل اصفهان و جاهای دیگه انجام دادن، نذاشتن فیلم بگیرن. در همین یوسف آباد بعد از این اون کار انجام گرفت، کلانتری آمد، برخورد کردن، بعضی رو بازداشت کردن و وحشت کردن. و با اطمینان میگم این فرهنگ به صدا در آوردن قابلمه یا قاشق زنی یا هر چیز دیگه، این در آینده کار خواهد کرد. یعنی این که ما فردا حالا من پیشنهاد میکنم آقای طبرزدی، من پیشنهاد هفته گذشتم رو دوباره به شما تکرار میکنم. ببینید داستان قابلمه که بوده، در این ثبت شده، به نام شیلی هم ثبت شده اونجا، اما قاشق زنی، عنوان قاشق زنی با توجه به اینکه یکی از رسوم چهارشنبه سوری
یعنی مراسم ملی ما هست، به نظر من شما از این عنوان قاشق‌زنی استفاده کنید که هم ملیه به نظر من، هم این که خب خیلی چیزهای گسترده تری داره، تو دهانم راحت‌تر میچرخه. قاشق‌زنی این بهتر میتونه موفق بشه به نظر من. حال نظر خودتون بفهمید. جناب آقای همایون اصلا این مشکلی نداره، من همون هفته پیش هم که با هم صحبت میکردیم دقیقا شما همین پیشنهاد رو دادید یادمه، و من هم عرض کردم که قاشق‌زنی، قابلمه زنی، تبل زنی، سنج زنی، دف زنی، هرچی، مسئله اینه، مسئله اینه که این اعتراضه صدای مشترک یعنی ما بایستی که برسیم به این که اتحاد در عملمون رو نشون بدیم، الگو بدیم، الگو برای اتحاد، که دیشب این اتفاق افتاد. الان ما به عنوان یک پیروزی این رو به نام مردم ایران از طریق کارگروه ملی فراخوان ها ثبت کردیم، ثبت میکنیم و سعی خواهیم کرد. مسئله مهم اینه، ببینید جناب آقای همایون، الان شما نگاه کنید تمام رهبران معلم ها رو گذاشتن به ردیف پس از تعطیلات نوروز اینا رو محاکمه کنن. یعنی رژیم جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده باید رهبران معلم ها رو محاکمه کنن، زندان کنن، ایجاد ترس کنن تا جنبش معلم ها رو بخوابونن. هنوز به این شکل جدی سراغ بازنشسته ها نرفتن ولی خواهند رفت. اینجاست که جنبش ملی کارزار به صدا در کوبیدن بر قابلمه ها یا قاشق‌زنی یا هر چیز دیگر باید بیاد پشتوانه اونا قرار بگیره. یعنی الان ما باید از بدنه فرهنگی ها، بازنشسته ها، کارگرا دعوت کنیم و بخوان که بپیوندن به این جنبش. وقتی که پیوستن به این جنبش و رژیم احساس کرد همین کاری که در شب چهارشنبه سوری اتفاق افتاد، فردا روزی که تجمعات در خیابون‌ها شکل گرفت همین کار تکرار میشه. ما قرار نبود این اعتراضات رو ببریم روی پشت بام، ما میخواستیم شروع کارمون پشت بام باشه و دیروز معلوم شد فورا از پشت بام آمدیم و توی خیابون. لذا قراره که همین حرکت بره در جنبش های گوناگون. وظیفه ما به عنوان اعضای کارگروه ملی فراخوان ها اینه، تقویت این حرکته. نمیدونم منشورها رو میخوام بنویسن، قانون اساسی میخوام بنویسن، گروه اپوزیسیون، شورا تشکیل بدن، مخلص همشون هم هستیم، هر شورایی هم میخوان تشکیل بدن ما هم توش بنویسن، ما هم هستیم. ولی کار ما همین کارزار، همین کارگروه ملی فراخوان هاست و باید به نتیجه برسیم، باید پیروز بشیم و میشیم. به همین دلیله که من عرض میکنم که ما باید استدعا کنیم، خواهش کنیم از همه مخالفین که به هم دیگه بپیوندیم. مثلا جناب همایون حالا یه نکته اشاره کردید، رژیم که زد خب باید میزد، رژیم از همین میترسید که دیشب اتفاق افتاد که انقدر صدای این کارزار قاشق‌زنی بلند بود که تمام رسانه ها از جمله رسانه های اصلاح طلب هم ناگزیر شدن پوشش بدن و این موفقیت بزرگیه. خب رژیم نتونست، اما شوربختانه بخشی از اپوزیسیون بایکوت کرد ما رو، بخشی سکوت کرد و بخشی از اپوزیسیون فیک هم که قاطی شده با اپوزیسیون واقعی همه تلاشش رو کرد که این کارزار موفق نشه. خب چه نتیجه‌ای داره؟ من بارها و بارها گفتم اگر این کارزار موفق نشه هیچ چیز دیگه هم روی میز ندارید. من هفته پیشم اینجا گفتم بعضی از دوستان عزیز خودمون، ما وقتی که گفتیم که دعوت میکنیم چهارشنبه سوری قاشق‌زنی یا قابلمه زنی کنید، اومدن گفتن ما دعوت میکنیم کوکتل مولوتوف بیاندازن. خب من الان از اون دوستان میپرسم و تو جمعی هم بود، جمع 2000 تنی هم بود، 1000 تنشون هم اومد رای داد که کوکتل مولوتوف بیاندازن. من همونجا گفتم من بعد از چهارشنبه سوری میام ببینم شمایی که رای دادید چند تاتون کوکتل مولوتوف انداختید، باید با فیل نشون بدید، خالی نبندید. مطمئنم یه دونم انجام نتونستم بدن. ما نباید راههایی رو علکی تبلیغ کنیم که نه ممکنه و نه درسته.
ما باید حرکت‌های رو انجام بدیم، الگوهای رو بدیم که زن و دختر و از همین مهمتر بذارید نکته بگم. از همین آقای تبرزه بذارید نکته بگم. ببینید ما حالا در آینده راجع به این موضوع بیشتر صحبت میکنیم. به عنوان یک جریانی که نقطه نظراتش به این طرز تفکر شما نزدیک دیگه، جنبش ما هستیم، معتقد به مبارزه به دور از خشونت، مبارزه مدنی است و طرفدار این نوع حرکتایی است که شما میفهمید و این حرکت ها رو در قالب یک پروژه عظیمی تحت عنوان حکومت ملی ایران میدونه که حالا در آینده بیشتر راجبش با شما صحبت خواهیم کرد. ولی اکثر قریب به اتفاق رهبران اپوزیسیون از جمله شاهزاده رضا پهلوی عقیده دارند که به درستی عقیده دارند که مدیریت مبارزه باید به داخل ایران واگذار بشه. اینکه من در لس آنجلس بنشینم و یک نسخه‌ای بپیچم برای مردمی که در داخل ایران هستند با توجه به اینکه 30 سال از اون مملکت دورم، از فرهنگش دورم، از ادبی، باور کنید بعضی موقع ها بعضی از آدم ها تو این کلاپاس با هم حرف میزنن مثلا نمیفهمم چی میگن، اصطلاحاتی که به کار میبرن. باید مدیریت و رهبری مبارزه میدانی به رهبران اپوزیسیون در داخل ایران سپرده بشه. همان که دیدید بندی که خودم یک مدعی ام در جریانی که آقای تبرزدی مدیریت کردن کنار وایسادم، هورا کشیدم، امکانی هم اگه داشتم گذاشتم وسط، گفتم بفهم چرا. این نکته است. علتش این است که ما دنبال رهبری که نیستیم، که ما دنبال به نتیجه رسیدن هستیم. خب آقای تبرزدی وسط میدون تو تهرون بهتر به نتیجه میتونه برسه یا من از اینجا؟ خب معلومه او. اگر من برای خودم می جنگم پس باید بزنم دمار تبرزدی رو در بیارم، اصلا سکه یه پولش بکنم بگم نه آقا این اصلا ما هستیم. نه آقا این حرفا نیست. کدوم کار عاقلانه تر؟ آقا فیلم مبد شما حاضره نگاه کنیم لطفا. آقا این بود؟ اینم نبود. من متوجه شدم این نیست. من بعد با این دوستان ما تو اتاق فرمان حریف نمیشیم. آقای هم اون ویدیوها اینقدر زیاد بود که خب رفقا پیدا نمی‌کنم خوشبختانه. ولی خب اگه... ما زیرش کپشن هست. کپشن مال ما آشغزنی تبرزدی در چهارشنبه سوری. زیرش هم آشغزنی تبرزدی در چهارشنبه سوری. بله. به هر حال همه ما سریع اسب باید به توافق برسیم. رهبری مبارزه میدانی باید به داخل ایران واگذار بشه. ما این کنار باید بشینیم حمایت کنیم، دست بزنیم، تقویت بکنیم. ما حق نداریم برای میدان تصمیم بگیریم. کدوم فرماندهی میتونه از هزاران کیلومتر عملیات رو رهبری بکنه؟ الان آقای تبرزدی وسط آتیش هم نشسته و داره کارش هم به خوبی انجام میده و من معتقدم باید یک صداهای قوی این جریان رو منعکس بکنن. هرچه بیشتر باید پاشن وایساد. خانم آقایون، قاشق زنی باید ادامه پیدا کنه. قاشق زنی مثلا چهارشنبه های قاشق زنی، قاشق زنی چهارشنبه های قاشق زنی هیچ اشکالی نداره، چون اصولا چهارشنبه یک روز بدی بوده در نزد بعضیا که نمیخوام اسم بیارم و ایرانی ها بلی لجبازی اومدن چهارشنبه سوری رو راه انداختن، چهارشنبه آخر سالو. حالا این چهارشنبه آخر سالو آقای تبرزدی تبدیل میکنه به چهارشنبه حرم مثلا، عرض میکنم خودشون بشینن توافق میکنن. بفرمایید. خوش میکنم. بله ببینید، خوشبختانه من اصلا توی ایرانم که بحث من تنها نیستم. اینو میگه بیا شما ببین. بله پخش کن رو صداشون، پخش کن. بفرمایید. پخش کنم من بس، چون اونم صدا داره. صدا داره، پخش کنید لطفا.
همین بود؟ بله بسیار. بله این دیشب یه بخشی از اون بود. خدمت شما عرض کنم که توضیح میدادم خوشبختانه خبرزدی در درون کشور تنها نیست. ما چندین تن از مبارزین رو داریم که در کارگروه هم فعال هستن و همچنین نمونه من بارها گفتم بانو ناهید شیرپیشه مادر پویا بختیاری یکی از کسانی است که در این کارگروه هست و در داخل. خب دیگه حالا من مثلا بنده میتونم رو دست مادر پویا بختیاری بلند شم؟ حقشو دارم؟ آدمی که جوونشو داده الان هم اومده تو میدون داره رهبری میکنه، من میتونم دکون جلو دکون اون باز بکنم؟ اگه این کار بکنم اسم این جز خیانت چیه؟ معذرت میخوام اتفاق زدیم. و اتفاقا امروز من به ایشون همین موفقیت دیشب رو شاد باش گفتم، برای اینکه ایشون از شخصیت هایی است که در این کارزار فعاله. بسیاری دیگر هستن، من اسم ایشون رو بردم برای اینکه برای همه ما میدونم مورد احترامه، نمیتونم همه را اینجا ذکر کنم. بنابراین آنچه که اهمیت داره اینه، کارگروه ملی فراخوان ها نه حزب نه فرد نه جناحه، یک جریانیست متعلق به همه و خوشبختانه هر روز هم نیروهای جدید دارن به اون میپیوندن و دعوت هم میکنیم که بپیوندن. و در کارگروه ملی فراخوان ها ما به هیچ وجه راجع به حکومت آینده بحث نمی کنیم، راجع به نمی دونم منشورها بحث نمی کنیم. ما یک رسالت برای خودمون قائلیم، اون رسالت هم اینه که مردم ایران رو باید با تلاش متحد کنیم، اتحاد در عمل علیه رژیم کنونی، اونی که به عهده ما وظیفه ماست، و اتحادی در عمل برای اینه که تا وقتی که با هم نشیم هیچ کاری نمیتونیم انجام بدیم، پراکنده باشیم، متفرق باشیم. بارها و بارها گفتم هیچ حزبی، سازمانی، شخصیتی، جناحی به تنهایی نمیتونه، معجزه‌ای هم قرار نیست روی بده، ولی خودمون داریم معجزه رو خلق میکنیم. وقتی که در این آشفته بازاری که اوکراین مطرح شده و برجام مطرح شده و رسانه‌های گوناگون نمیدونم تحلیل های گوناگون، یه صدا بلند میشه به نام کارگروه و میگه مردم در چهارشنبه سوری قابلم زنی یا قاشق زنی کنید، و مردم این صدا رو میشنون و این صدا بایستی که ادامه داشته باشه. ما در سال آینده حتما در کارزارها، در فراخوانهایی که خواهد بود، این حرکت رو ادامه میدیم. و من استدعا میکنم از همه نیروهای دموکراتیک، وطن پرست، ملی، برابر طلب، همه اونها رو دعوت میکنیم اولاً دست به دست هم بده، حتما فیروز میشه. اولا خواهش میکنم که دوستان فنی ما در تلویزیون کانال یک، جناب آقای مهندس پناهی، دستور بدید که تمام فیلم هایی که قاشق زنی درش اتفاق افتاده، حالا هر جایی بوده، در ایران، در حتی خارج از ایران، در محله های مختلف، در شهرهای مختلف، اولا شماره واتساپ منو بذارید رو صفحه. هر کسی فیلم قاشق زنی داره از هر جای ایران در شب چهارشنبه سوری به این شماره واتساپ برای بنده بفرستید و تمام این فیلم ها رو یک گزارش با اسم محله هم بذارید، شیراز، اصفهان، تهران، هر جا، برای ما بفرستید. و من امیدوارم به زودی این کارگروه برنامه بعدی قاشق زنی رو هم اعلام بکنن، شاید 13 به در، نمیدونم، در یک ساعتی در یک
جان باید جناب مایون نمایندگان نه میگم میگم دارم پیش بله عرض کردم که باید بشین تصمیم بگیرید همه تصمیم جمعی بگیرید در اولین مورد و ادامه بدید. راجع به قاشق زنی ها و قابلم زنی ها هم دوستان ما الان دارن بخشی از این فیلم ها رو با هم ترکیب میکنن یعنی جمع میکنن در یک کلیپ که من این رو سعی خواهم کرد که برای شما لینکش رو بفرستم. بسیار عالی. واتساپ نمیشه این رو براتون میفرستم و امیدوار هستم که سال پیش رو سال پیروزی برای ملت ایران. امیدواریم که آقای آرش یه ترتیب بدید آقای تبرزدی در زمان سال تحویل در پای سفره هفت سین به صورت زنده به بینندگانمون یه تبریکی بگن چون ما اون موقع برنامه زنده خواهیم داشت. بله شما لباس عیدو میپوشین و با دست سوخته از چهارشنبه سوری سال 1401 تبریک میگم. ممنونم حشمت تبرزدی خسته نباشید به شما تبریک میگم سپاسگزارم از شما. خب خبره خوب دارم براتون یه دوستی من دارم خیلی رفیق نازنی نیست این مرد سالهاست کنار ماست جناب آقای احمد 573 اون دوتا رقم صندوق رو بذارید لطفا خیلی این رفقات آقای بی بی سی ما تا اینا هستن تا ایرج کیانی هست تا عادله هست تو احمد 500 حالا تو شکایت کنی اتفاقی نمیفته. ارقامو بذار روی صفحه لطفا. اولا آقای جواد مشاطیان یک تیکت دیگر خرید ازش سپاسگزار هستم. اما دوستان تو این بخش سوم دارید شل میاد. ما کارامون رو به صورت خیلی تکنیکی داریم پیش میبریم. اینایی که میگن کار میدانی خب ما پشت این قاشق زنی کی وایستاده فکر میکنید کیا وایستادن و حالا این قاشق زنی رو در ادامهش خواهید دید چه اتفاقاتی خواهد افتاد. خب جناب آقای احمد 573 بگید چقدر $1,000 از اون مبلغ کم کنید. خیلی خیلی ازش متشکرم جناب آقای احمد. لطفا یک شاهنامه امضا برای چشم اطاعت می شود. جناب احمد عزیز $1,000 از اون مبلغ کم کنید سپاسگزارم. احمد 573. خب اما جناب آلفرد $100، خانم موسوی خودمان $30، شهلا تهرانی $50، مرزیه از ایران $100، 150 180 280 280 دلار دیگه کم کنید لطفا. خب $280 از 3660 منم 3380 اونجا میشه 3380 قدم تا شکستن دل من باقی است. من تشکر میکنم از بله آذرین عزیز. آذرین هم یک تیکت دیگه ارسال لطف کرد ازش ممنون هستم. بله این قاشق زنی رو باید ادامه بدیم. یادتون میاد 19 سال پیش من یک کاسه آوردم هنوز اون کسی که این کاسه رو خرید از من بیننده تلویزیون ماست روی میزم گذاشتم و $1,500 یادم اون دوست عزیزمون گفت من خودش زنگ زد ما هم نمیخواست بفروشیم خودش زنگ زد و گفت من این کاسه رو $1,500 یعنی ما واقعا تو همه جمع شماها یه رفیق $5,000 نداشتیم که حالا $5,000 هم شد $3,380 $3,380 و من امیدوارم هنوز امید بخوشم درد گرفت که دوستان این مبلغ رو به $10,000 برسانند. هنوز امیدوارم. احمد عزیز یه تشکر بکنم از دوستان دیگری هم ماریا آوا رو خوندم. آره ماریا جان آوا، حمید از نیویورک، سوسن یزدی، ریاهی از هلند، فرشاد بون، دکتر مددی، آنتونی شریفی، خانم ایران، از همه شون سپاسگزار هستم و منتظر هستم. میخوام یک سرود ما هستیم پخش بکنن بچه ها
و یک سرود ما هستیم پخش بکنن و عرضم به حضورتون که شما هم نشان بدهید که هستید، وجود دارید. یه تظاهرات نشون بهتون بدم مربوط به جنبش سبز، این تظاهرات، و من خودم اینجا نشستم منتظرم این 3340 دلار صفر بشه برای اینکه دلمون شکسته. شماره 14 818 882 8000. یه توضیح بدم، ما یه انجمنی داریم در اروپا به همت آقای سعید و خانم شراره موتوری و آقای وکیلی و سایر دوستان. این انجمن غیر انتفاعی است به نام انجمن ما هستیم. شماره انجمن ما هستیم اروپا رو دارید آقای آرش؟ شماره حساب بانکو. به این انجمن هر کسی بالای 100 یورو کمک بکنه میتونن بهش رسیدی بدن که شما این رسید رو جای مالیاتتون به دولت یکی از کشورهای اتحادیه اروپا، اسپانیا، نمیدونم فرانسه، نمیدونم امریکا، این دوستانی که تو این کشورها دارید زندگی میکنید میتونید به این انجمن پول واریز بکنید، ازشون رسید بگیرید، رسیدتون رو توی اوراق مالیاتیتون به دولتتون بدین، دولتم قبول داره. من نمیدونم این واقعا دیگه خیلی، در امریکا ما داریم این انجمن رو، در امریکا اگر کسی بالای 1000 دلار به این حساب انجمن، حساب انجمن امریکا هم داریم، حساب انجمن دارید؟ داریم نبا ها؟ آقا حساب انجمن داریم، از آقای چیز بپرس داریم حساب انجمن اروپا رو. حالا اگر ندارید میتونید از واتساپ خود من بپرسید، به واتساپ من زنگ بزنید. در امریکا هم همینطور، دوستان عزیزی که در امریکا هستید میتونید با من تماس بگیرید، این مالیات که میخواییم به دولت بدید به این انجمن کمک بکنید. بابا این که دیگه خیلی بی‌انصافیست. دوستان عزیزی که مالیات میدید، مالیات های سنگین میدین، 30000 دلار، 40000 دلار، 60000 دلار، گاهن 500000 دلار مالیات میدن بعضی از هموطنان ما. خب چرا این مبلغ ماهی، مبلغ آقا پخش نکنید، یا اون چیزی که من میگم پخش کنید یا چیز دیگه پخش نکنید، که من یه چیزی میگم شما یه چیز دیگه پخش میکنید. عزیزم من میگم شما حساب انجمن پخش کنید، شما سیستم ماهانه رو پخش میکنید. دوستان عزیز، دو تا انجمن وجود داره، اروپا، اتحادیه اروپا و امریکا. شما که مالیات های سنگین دارید میپردازید، میتونید بخشی از این مالیاتتون رو به این انجمن ها، به حساب این انجمن های رسمی قانونی دولت ها به رسمیت شناختنش، این انجمن ما هستیم رو، خب به حسابش پول واریز کنید، رسید بگیرید بدید حسابدارتون، جای مالیات میده به دولتی که هستید و هیچ شما از جیبتون هم هیچی نپرداختید. نمیدونم دیگه واقعا اگر کسانی هستند که حتی به این نکته توجه نمی کنن، این دیگه خیلی کم لطفیست واقعا. خب این بهروز رو هم ما بلاکش بکنیم، این خیلی آره بهروزه، این از اول که آمد این پیر زنا نق زد. این بهروز چی؟ ارشدی. این پیرزنایی که قور میزنن دیدین، یا پیرمردایی که قور میزنن گوشه خونه، از اول برنامه من دیدم مرتب قور زد. این بهروز ارشدی رو برای همیشه بلاکش بکنید که خیالش راحت بشود. 3340 دلار یک موزیک ما هستیم داریم پخش میکنیم. من امیدم این است که تلفن به صدا در بیاد. حالا اگه واقعا مالیات میدید در امریکا یا اروپا، میتونید از طریق انجمن ما هستیم بدید، به جای مالیاتتون این پول رو محاسبه بکنید و این خیلی آسان است. اما در این حال ما حتما با هر شیوهی که هست این چراغ رو روشن نگه میداریم و تردیدی در این نکنید. منتظر تلفن‌های شما هستم. خواهش کنم یک سرود ما هستیم پخش بکنید. صدا میگیر گروه Sarzami
وطن آرزوی من اقتدار تو اقتدار تو افتخار من ایران ایران سرزمین خوبان غمگین مباش که ما هستیم ما هستیم مهد دلیران یادگار نیکان دل خوش دار که ما هستیم ما هستیم قسم به کعبه قسم به بابک قسم به کوروش قسم به آرش برای عزت تو سر می‌دهم رهایی تو را جان می‌خرم و تو ستمگر اسیر شهوت در نوای مذهب عدوی ملت بدان که هستم اگر می‌روم اگر نرفتم بدان نیستم فریبا نبیزاده عزیز، خیلی متشکرم. یک تیکت دیگه فریبا نبیزاده خرید، ممنونم. کوروش آریایی عزیز هم $200 لطف کرد، از کوروش آریایی هم ممنونم. کوروش آریایی، خب چند دقیقه داریم؟ 4 دقیقه. کوروش آریایی $200، فریبا نبیزاده هم 20. خب 4 دقیقه وقت داریم و اینا کم کردیم $200 و $220 رو کم نکردید؟ هنوز کم کنید لطفا. امشب برنامه شبانه، با اینکه خیلی خستم، خیلی خوابم میاد، صدام هم دیگه یارا نداره، اما حتما باید باشم، برای اینی که گفتم خیلی دلنگران هستم، اما مطمئن هستم با وجود شماها و دوستان عزیزی مثل شما حتما حتما ما موفق خواهیم شد، تردید نکنید. شب روزتون خوش. به اتفاق کارگردان جوانسال آقای سینا و تهیه کننده جوانسال تر آقای عدیروز که صحبت اینجوری شده، میره پیرنهای بچه های 18 ساله رو میپوشه آرش که ما بگیم جوانسال، بابا آرش هم جوانساله، و مدیریت خوب آقای رامین پناهی، به اتفاق همه دوستان و خانم مهناز در استیدیو در بخش اداری. به همه شما بدرود میگم. گفته بودی که چرا محو تماشای منی، وانچنان مات که یک دم مجه برهم نزنی، مجه برهم نزنم تا که ز دستم نرود ناز چشم تو به قدر مجه برهم زدنی. دوستتون دارم، از قلبتون سوال کنید، بهتون راست میگه، تردید نکنید.